اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به بوری. زیباترین پریچه در جعبه‌ای به روشنی خواب، پیچیده در شکوفه نیلوفر خوابیده. چشمان اشکبار یک چشم عشق را در پشت پای او می‌ریزد بدرود. وقتی که مادر آتش دل را با بوسه‌ای به خاطرش نقش می‌کند. امروز من تمامی یاران را در روبروی مرد تماشا کردم و در خیالشان سرشار رنج و درد. نیلوفر شکفته پرواز می کند و نام آشنایش را پروانه های عاشق آواز می کند. علیرضا نوری‌زاده جمعه 27 اوت 5 شهریور به شما سلام. دیروز به بدرقه نیلوفر فدایی رفته بودم. دختر نازنین منوچهر فریده فدایی و خواهرزاده همکار دیر و دور من، سالها با هم همکار بودیم، فیروزه. منظری که می دیدم خیلی تلخ بود. یه دختر جوان در خواب به سکته میره. نیلوفرم مثل بچه های من عاشق این بود که ایرانو ببینه. با هم دوست بود. سالها با هم مدرسه رستم رفتن، فارسی یاد گرفت. خانم وایت طاهری مدیر مدرسه رستم، یکی از نازنین‌ترین انسانهایی که من دیدم، 40 سال تمام هم مقامشو گذاشته که بچه های ما زبان مادریشون یاد بگیرن و همه رفتن O-level گرفتن، A-level گرفتن، GCSE گرفتن و این زبان فارسی به عنوان یکی از زبانها، یعنی یک مدرک مهم. پسر رضا فیلمبردار ما A گرفته بود تو زبان فارسی. در پذیرشش در دانشگاه چه نقشی مهم بود. به هر روی همه بچه های همکلاسی اومده بود. حالا همه بزرگ شده بودن، بالای 40 سال، و یاد اون روزهایی میفتم که بچه های کوچیکی بودن کنار هم تو مدرسه رستم به خانم طاهری آخر سال که میشد گزارش کاراشون رو مثل همه مدرسه ها به ما میداد. و آره این خیلی خوب به کارش رو انجام داده. بعد آقای وایت همسر انگلیسیش که فارسی رو به خوبی بلده، دخترش، اینا همه چقدر اینا زحمت کشیدن برای بچه های ما که زبان فارسی یادشون نره، یاد بگیرن، بتونن وقتی با مادر بزرگشون حرف میزنن صحبت کنن، بنویسن، نامه بنویسن گاهی. و نیلوفر از میانشون رفت. خیلی برای من تلخ بود. نگاه میکردم دوستان قدیمی، دختر و پسر آقای فارسیان دوست عزیزم، بچه های دیگه همه بودن و نیلوفر رو بدرود کرد خدا. امروز میخوام با یک دوست عزیزم، یه پسر نازنینم در ایران،
باهاش صحبت بکنم که اسباب افتخار منه و تو این مدت میبینم چقدر جلو رفته. اولان کسی که خریدار شدهش من، ولی حالا ماشاءالله میبینمش در تلویزیون مختلف ظاهر میشه و هیچ وقت حرفایی بی ربط هم نمیزنه، خیلی دقیق. و هم اسم پسر منم هست، نوید جمشید. درود بهت میگم نوید جان. درود بر شما جناب آقای دکتر نوری‌زاده گرامی، درود بر همکاران خوب تلویزیون ایران فردا و درود میفرستم به بینندگان این برنامه. امیدوارم ساعت مفیدی رو داشته باشیم. از تسلیت هم دارم بابت بانوی جوانی رو که ذکر کردیم و اینکه به هر حال خیلی میدونم که دردناک هستش، به هر حال خیلی ممنون هستم و اینکه تمام حضور من در هر رسانه مختلفی هم مدیون میدانی بود که شما چند سال پیش دادید در تلویزیون خودتون. میدونم نه به من، به خیلی از چه جوانان چه گروه های مختلف و متنوع همیشه ایران فردا بوده که این میدان رو باز گذاشته که در واقع حضور رسانه‌ای داشته باشم. ممنونم عزیزم، لیاقت خودتون بوده. ببین نازنینم، چیزی که میخوام بگم دردناکه، ولی چه کنم، مجبورم با کرونا شروع کنم. یه گزارش دقیق بهم بده. میدونم تو دقیق دنبالشی، پیگیری، آمار میگیری. به ما بگو چه خبره وقتی روزنامه جوان میگه آمار واقعی 7 برابر. آیا راست میگه؟ اگه راست میگه پس بقیه چرا دروغ میگن؟ فرمانده سپاه دروغ میگه، این روزنامه وابسته به سپاهه. آیا این مقدمه است برای که بگن حالا دیگه واکسن از همه جا بیاد؟ آقا خلاصه شربت میل کردن، اشتباه کردن، چی منظوره؟ بله، عرض کنم که خب متاسفانه همینجوری که شما میدونید، بینندگان میدونن، اوضاع کرونا در ایران بسیار بد هست. بر اساس بعضی آمار یا بدترین یا جزء بدترین وضعیت ها در جهان هست به لحاظ تلفات مرگ و میر به نسبت جمعیت. خب تنها مرجع آمار رسمی وزارت بهداشت هست که آمارش در این اواخر افزایش پیدا کرده تا به حدود 700 نفر. 700 نفر رو هم متاسفانه در روزهایی رد کرده. خود مقامات وزارت بهداشت اشاره داشتن که آمار واقعی 2 تا 3 برابر هست. همینجوری که شما اشاره فرمودید، روزنامه جوان، روزنامه حکومتی در واقع اعلام کرده 7 برابر. به هر حال اگر آمار وزارت بهداشت یعنی حدود 700 نفر یا آماری که میگن واقعیش تا 3 برابر هست، حدود 2000 نفر، یا آماری رو که روزنامه جوان میگه که نزدیک به 5000 نفر در واقع مرده میشه، همه این اعداد فاجعه و وحشتناک هست. کاری رو که من تونستم انجام بدم ببینم توی جوامع آماری کوچیک‌تر مثل خانواده، مثل همکاران، دوستان، همسایه‌ها و غیره، ما آمار ابتلا رو خیلی بالا می‌بینیم. متأسفانه آمار مرگ و میر رو بالا می‌بینیم. ولی این چند هزار نفر در روز، یعنی چند هزار خانواده مصیبت زده میشن، چند هزار آرزوست که بر باد میره و چند هزار زندگیست که برای همیشه خاموش میشه و این بسیار فاجعه‌آمیز است. چیزی که وجود داره اینه که این آمار داره افزایش پیدا میکنه. حالا اگر که آقایون میخوان واکسن درست و حسابی، واکسن غربی وارد کنن، بگیرن، باید زودتر اقدام بکنن. چیزی رو که من میبینم این هست که ما فرصت طلایی خرید واکسن های معتبر و دقیق رو از دست دادیم به خاطر در واقع از کنم توهم و حماقت و سودجویی عده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی. این فرصت طلایی سال گذشته تا حد زیادی از دست رفت. الان هم که متاسفانه این بیماری قارچ سیاه در 4 استان ایران دیده شده، بیماری که میشه گفت درمان دارویی تا حدی داره ولی متاسفانه داروش بسیار کمیاب و نایاب هست. البته خب میدونم تو بازار سیاه 4 تا 5 میلیون تومان به بالا شاید بشود پیدا کرد، ولی خب بیماری هست که منجر به مرگ میشه و در بهترین حالت منجر به کوری میشه که این هم با کرونا در واقع قاطی شده، مخلوط شده. واقعا نوی جان ببخشید نوی جان، من توی روزنامه هاشون دیدم که اشاره کردن به اصطلاح مخزون دارویی ما راجع به این بیماری که من نمیدونم چی هست به صفر رسیده. قارچ سیاه صفره، خیلی دردناکه. یعنی مخزون داریمون به صفر رسیده. اولا شرح بده این بیماری چی هست و چی میشه تا اونجایی که میدونم. خواهش میکنم. بله همین، حالا این نتیجه کار تخصصی و پزشکی است، ولی تا جایی که من بله. میدونم شنیدم بله. در واقع یک
گونه ای از ویروس داخل بدن هست که بر اساس در واقع ضعیف شدن سیستم ایمنی یه چیزی مثل مثلا تبخالی که ایجاد میشه این حمله ور میشه و این تا حد زیادی کشندگی داره و کمترین آثارش هم میتونه که کوری باشه و تخلیه چشم رو انجام بدن تا بیمار نمیره ولی تا آخر عمرش نابینا بشود. ولی خبر خوب در جهان این هست که این درمان دارویی داره و خبر بد هم که شما فرمودین این هست که اینجا نیست. البته نیست رو من با خدمتتون عرض کنم در کنار مفسدهای بزرگی که متاسفانه در کشور داریم، یکی از بزرگترین مافیاهای فساد مالی در ایران فساد مالی دارویی هست. یعنی خیلی از آقایون دستی در دارو دارن، با جان مردم بازی میکنن، چون بیمار به هر حال به در و دیوار میزنه، داروی 50,000 تومانی را ممکنه 50 میلیون تومن هم اگه بهش بدن پول بده وقتی عزیزش داره از بین میره و این مشکل وجود داره. به هر حال کرونا هم چون باعث میشه سیستم بدن ضعیف بشه ظاهرا این موضوع هجومش بیشتر شده، حالا باز پزشکان متخصص باید نظر بدن. ولی نکته خیلی خیلی مهم این هستش که ما الان مسئله واکسیناسیون با همین واکسن‌های نسبتاً به درد نخوری هم که هست، آمار خودشون حدود 4% جمعیت دو دوز واکسن رو زدن و حالا دارو که نیستی چی، سرم که نیستی چی. فاجعه این که آقای دکتر نوری‌زاده هرگز در این مدت یک سال خورده‌ای هیچ بخشی از ایران قرنطینه نشد بابت کرونا. یعنی یک سری نمایش به اسم تعطیلی را انداختن ولی قرنطینه یک مفهومی داره دیگه، شما می‌بایستی یک لاکداونی انجام بدی بعد رسیدگی اقتصادی بکنید. چون این لاکداون انجام نشد، چون نمیتونستن رسیدگی اقتصادی بکنن، حالا یه تعطیلی گذاشتن وصل کردن به همین مثلا اواخر عاشورا و تاسوعا، اونم برگشتن گفتن ما نیاز داریم به عاشورا و تاسوعا. مقامات این حرف رو زدن، همون که حالا محرم و صفر است که در گذشته میگفتن زنده نگه داشته، اینا هم گفتن نیاز داریم. خلاصه اوضاع بسیار بدی پیش بینی میکنن که پیک ششم هم در واقع بلافاصله بعد از پیک پنجم تو ایران راه بیفته و خب متخصصان هم تنها راهش رو قرنطینه های قوی به اضافه ورود واکسن های معتبری که در جهان تجربه نشون داده جواب داده اینا رو داشته باشن، به دوز سوم برسونن همون بوستری که هست. و امیدوار هستم مردم در این همه گرفتاری اقتصادی از شر این موضوع مرگبار به زودی خلاص بشن. نوید جان بذار یه مورد رو من برات بگم. یه مسافری که از ایران میاد و دو نوبت واکسنش رو زده، وقتی به انگلستان میاد قبلا یه پولی میده 120 پوند و یه کیت براش میفرستن به اون محل اقامتش. در 5 روز اول 2 نوبت باید تست بگیره و پست کنه بفرسته، بعد جواب بهش میدن. بعد از 5 روز، بعد از 8 روز تقریبا که تو اوکی میتونی بری خیابون و میتونی زندگی کنی، تا اون روز از خونه نباید بیاد بیرون. یعنی این یه چیز خیلی، شما شهروند بریتانیا هستی، رفتی فرانسه برگشتی، مدت قرنطینه رو باید تو خونه باشی، محاله بتونی بیای بیرون. یعنی یه دفعه تو رو یقتو میگیرن، موبایلت زنگ میزنه جواب میدی میگه تو بیرونی، من از ستلایت میبینم تو بیرون خونه هستی و جریمه های سنگین میکنن و به همین دلیل موفق شدن بیماری رو کنترل کنن. تقریبا 80% در جمعیت 2 نوبتشون رو زدن و اونایی هم که نزدن اغلب کسایی که خودشون نمیخوان بزنن، یعنی افتادن دنبال تئوری توتئو از این هم. ایران وحشت. اون وقت الان به من بگو ببینم از نظر سنی متوسط عمر مبتلایان چه سالهایی هست؟ ببینید الان این نوع جدیدی که اومده متاسفانه همه سنین رو، حتی کودکان رو که در قبل ما خیلی به ندرت داشتیم، در واقع متاسفانه منجر به مرگشون شده. یعنی ما کودکان، جوانان، نوجوانان اینها رو هم داریم، حالا میانسالان و کهنسالان رو هم که خب متاسفانه در سابق بوده، ولی الان ظاهرا هیچ تفاوتی نکرده این گونه دلتایی که هست. حالا گونه بعدی هم که اگه شما نکنم لاندا هم هست که ظاهرا اونم داره ایران قرار هست میزبان بلند مدتش بشه. متاسفانه هیچ ملاحظه سنی رو ظاهرا این مسئله نداره. حالا باید ببینیم الان فصل مدارس و دانشگاه که میخواد شروع بشه قرار هست که چه برنامه رو انجام بدن با این قسمت های جدید دولت و گذرهای جدید، ببینیم که به حال خیر بشه انشالله. من بحث راجع به کابینه رو و اینکه یک وزیر رأی اعتماد نیاورد، این وزیر
هشلهف آموزش پرورده، اونو میذارم برای نیمه دوم برنامه. ولی الان میخوام یه مقدارم راجع به افغانستان صحبت کنیم. اولا نوید جان، واکنش مردم و احساس مردم چیه؟ و از این که میبینن آقای ولایتی یک کیسه ور میداره طالبانو میشوره، تمیز میکنه، صابون میزندشون و میشونه تو سربینه و قلیونم لابد براشون چاق میکنه، این واکنش مردم چیست؟ آقای ظریف که میاد خداحافظی میکنه با چشمان اشکبار با ملت ایران، اصولا مردم چه نوع به این اتفاق توی افغانستان نگاه کنن؟ بله ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، مردم ایران خیلی نکته جالبی که وجود داره. اولا که همزمان با برادران و خواهران افغانستانی هم نگران هستن، همزمان با جهانیان هم نگرانی اون رو دارن، ولی چیز ویژه‌ای که مردم در ایران دارن به شدت میبینیم که به یاد خودمون میفتن، یعنی هر صحنه و هر حرفی رو شبیه سازی میکنن. یعنی بلافاصله یکی از اینا مثلا سخنگوی طالبان میره جوی حرفی میزنه، میارم اونو مثلا با حرفی که ابراهیم یزدی مثلا یه جاداش میزد رو در مثلا چه میدونم 40 سال پیش این رو مقایسه میکنن. حرکات بعدی در مورد آزادی زنان، در مورد اتفاقاتی که داره میفته، شنیدم که الان آقای عبدالله عبدالله و آقای حامد کرزی هم دارن حتی خانگی شدن توسط طالبان. و اتفاقی که میفته این که مردم ایران خیلی این همانندسازی رو انجام میدن و این باعث میشه که خشمشون بیشتر بشه تا جایی که بشه این حرف رو هم میزنن. هر گونه رفتاری که شما اکبر ولایتی رو مثال زدین، افراد دیگه هم در جمهوری اسلامی چه در صدا و سیما میبینیم که رپورتاج میره واسه تروریست‌های آدم پشت طالبان چه بقیه، اینها خشم و خشونت مردم رو به خاطر خاطره و تاریخ و موضوعات چه ایدئولوژیکی چه سیاسی چه دروغگویی که حالا اینجا اسم تبعیه روش بود، اونجا نمیدونم چه اسم دیگری رو حالا اون یکی روش میذارن، مردم این رو دارن. در این حال که خیلی خشمگینن، خیلی ناراحتن، خیلی نگران هستن و فکر میکنن که اگر ایران به مانند گذشته جزیره ثبات بود، اگر ژاندارم منطقه بود، هرگز این پاپتی‌های وحشی نمیتوانستن اینجوری یه هفته 10 روزه در واقع بتونن یک کشور رو در همسایگی ایران با مرزهای به این طولانی اینطوری اشغال بکنن و به زمین بزنن. مردم خیلی این موضوع رو دارن. البته خب عرض میکنم که بزرگترین مسئله که ما غیر از نگرانی و نفرت میبینیم این همانندسازی هست. این شاید به لحاظ آموزشی و تاریخی بتونه مفید باشه واسه ما و ملت‌های دیگر منطقه، ولی خب مردم خیلی هم نگران هست و خیلی احساس نزدیکی بیشتری بین ملت‌های ایران و افغانستان، احساس همدلی و سیمپاتی زیادی در واقع ایجاد شده و امیدوار هستم که در حال این موضوع هم به نحو این پیش‌بینی‌هایی که انجام میشه و از سر مردم افغانستان در واقع فرود نیاد چیزهای بعد. نوید جان، من هیچ وقت با امریکا بد نبودم، با شوروی بودم، با روسیه بودم. در جنبش سبز ما با دکتر سازگار همین شعار مرگ بر روسیه رو فرستادیم مثل شعار نه غزه نه لبنان و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. نه امریکا رو دوست میدونست، ولی عمل ناجوانمردانه آقای بایدن تأثیر عجیبی رو ماها گذاشت که آدم های لیبرال و طرفدار غرب بودیم. مردم به اینم فکر میکنن که آمریکا چطور ملت افغانستان رو رها کرد. بله این هم هست آقای دکتر نوری‌زاده، ولی موضوعی که اصلا احساس میکنم بخش بزرگی از مردم به خصوص نسل جوان خیلی مچورتر و بالغتر شدن. اولا اشاره شما درست بود که این موضوع رو به این دولت شخص آقای بایدن و دوروبریاش در واقع مربوط بشه نه ایالات متحده امریکا، به این جهت که مردم ایران الان تاریخ رو مقایسه میکنن و میبینن در طول تاریخ ایران در روابط با کشورها و قدرت‌های خارجی ایران کمترین آسیبش رو به نسبت از آمریکا داشته، به نسبت شوروی و روسیه و چین و انگلیس و عرض کنم فرانسه و اسپانیا و پرتغال و غیره و عرب حتی در برهه از تاریخ میبینن اینجوری بوده. مردم این موضوع رو توجه دارن و الان ممکنه که یک همانندسازی‌های باز بکنن با زمان در واقع پرزیدنت کارتر، با زمان حسین اوباما و صرفا به این دست از دیدگاه‌هایی که بخشی از حزب دموکرات آمریکا دارن
در واقع این مسئله رو دارم. ولی باز یه نکته خیلی مهم آقای دکتر نوری‌زاده که من میبینم بهش رسیده شده این که ما مردم میپرسن که تا کی میبایستی که مقصر اول و اصلی هر بلایی که در این منطقه سر مردم میاد رو در واقع ایالات متحده یا یک کشور غربی ببینیم. پس این مردم چی؟ خود مردم چی؟ اتفاقاتی که میفته چی؟ قطعا قدرت ها نقش داشتن و دارن و خواهند داشت، ولی خب خطاهای جو بایدن یه طرف، جیمی کارتر یه طرف، اوباما یه طرف، تاوان زیادی البته دادیم، خیلی بد هست، خیلی تلخ هست، ولی خود مردم هم با خودشون فکر میکنه. همون سال 88 شما اشاره کردین، من در خیابان ها میشنیدم اون شعار اوباما اوباما یا با اونا یا با ما که گسترده فریاد زده میشد. این شعار هم توی خیابون شاهرضا، توی فتارخان، توی قسمت های مختلف اینا من شاهد بودم که این اتفاق میفتد. ولی کن الان این مسئله که عامل اصلی و اول و مهمش رو آمریکا بدونن در هر چیز منفی، من احساس میکنم این مسئله داره اینجا تا یه حدی حل میشه، در این حالی که جمهوری اسلامی هم همیشه دوست داره حتی اگر به خودش بشه و لعن و نفرین شد دوتا هم به آمریکا بشه و اصلا بیاد بگه اگه ما بدیم اصلا ما رو آمریکا آورده اصلا و داره آمریکا از ما حمایت میکنه. یعنی اون نفرت پراکنی تاریخی و کلی از ایالات متحده و هر چیز مدرن و غربی و امروزی رو در واقع جمهوری اسلامی ازش استقبال میکنه و برای همین من فکر میکنم خیلی حساس هست که رسانه ها و صاحب نظران چجوری نزدیک بشن به این موضوعی که تقصیر و اشتباهات و کوتاهی های دولت کنونی آمریکا رو در واقع جوری بیان نکنن که به نفع جمهوری خواه بله. جمهوری اسلامی یا این ضد آمریکایی ها بشود. بله درسته این حرف کاملا، یعنی طبیعتاً سیاست کارتر بود که این مصیبت رو بر سر ما آورد. بعدم آقای باراک حسین اوباما که ندا آقا سلطان جان میداد کف خیابان، او رسائل نامه های مهر و عشق مبادله میکرد با رهبر نظام، و حالا هم که آقای جو بایدن که به اعتقاد من بدترین نوع رفتار رو داشته. اما آیا مردم راجع به فساد هیئت حاکم افغانستان هم حرف میزنن که منجر به این وضع؟ شما ببینید اشرف غنی موقع فرار انقدر پول به خودش میبره بعد نمیتونه بقیه رو ببره، توی کاخ ریاست جمهوری قایم میکنه توی گوشه‌های دو سه تا چمدون هم تو فرودگاه میمونه. خب این فساد مردم افغانستان رو عصبی میکرد، فساد تا این حد. یا آقای اشرف غنی هفته قبلش ایران بود، بعد رفت آمریکا، و قبل از اون آقای حامد کرزای، من یادم نمیده تو فرودگاه تهران آقای اسفندیار رئیس مشایی بدو بدو با دو تا کیسه پول رسید که پول به او وزیر خارجش. خب برای چی پول میدن؟ برای که نوکری کنن اونا دیگه. درست میگی، من حرفتو قبول دارم. حالا من شنیدم که یه در نظامیان افغانستان که به ایران پناه آوردن جمهوری اسلامی به نمایندگان طالبان پسشون داده. آیا این خبر رو شنیدی یا در ایران صحبت از همکاری طالبان با جمهوری اسلامی میشه؟ طالبانی که 8 تا دیپلمات و روزنامه‌نگار ایرانی رو سر برید. من تو برنامه‌ام 3-4 بار پخش کردم، یکی از ملاهاشون که گفت دختران هزاره کنیزن و پسرانشون غلام و میتونید هر جوری میخواین تصرف کنید، بفروشیدشون، باشون بخوابید، جمع کنید، مرتب هم میگفت بعد از یک دوره پریود هم میتونید بدید داداشون این کارو بکنه، همسایه یا بفروشید. خب آیا جمهوری اسلامی واقعا میتونه توجیه کنه؟ روزنامه هاشون چی میگن؟ بابا به غیرت باز به غیرت مسیح مهاجری توی روزنامه جمهوری اسلامی که علیشون موضع گرفت. بله ببینید یک موجی ایجاد شده، یک جوی ایجاد شده. جمهوری اسلامی در بخشای مثل اون شبکه افق تو صدا و سیما که مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست و بعضی از روزنامه ها موارد مرتبط سعی کردن مدتی که تطهیر بکنن تروریست های وحشی طالب رو و اینها رو بگن که تفاوت کردن. بعضیا تو این نمایش مسخره سخنرانیاشون میگن که اینا نمیدونم مثلا شیعه کشی نمیکنن، هر به هر بر از هر طرفی سعی میکنن
به نحوی در واقع اینها رو چیز بکنن. بعضی ها که پا رو فراتر میذارن میگن که اینا 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیدن و اونا رو شکست دادن و با خفت و خاری بیرونشون کردن و از این حرفای بدمنیغاز بی خودی که در واقع زده میشه. ولی خب خیلی با احتیاط میان، به خاطر اینکه هم عموم مردم در واقع نفرت شدیدی دارند از طالبان و تمام همفکرانشون و مشابهانشون مثل داعش و القاعده و نمیدونم بوکو حرام و هر چیز اسم دیگری که وجود داره، و هم در این حال در خود جمهوری اسلامی هم این دو دستگی وجود داره. عده‌ای نگران هستن چون میگن که ما اصلا به لحاظ ایدئولوژیکی ما هم بخوایم کنار بیام، اونا به هر حال رافضی میدونن این آخوندهایی که در ایران هستن و مواردی که اینجوری، یعنی اصلا از نظر ایدئولوژی لااقل به اونها نمیتونن اینا خیلی اطمینان کنن، چون جمهوری اسلامی که ثابت کرده که همه گونه ایدئولوژی دینی رو هم حتی زیر پا میگذاره. یعنی شما ببینید بزرگترین دوست و مبادله کننده لااقل اقتصادیشون در جهان کمونیستای چین و روسیه و کره شمالی هستن. شما در قرآن به تصریح اومده که شما مواظب باشید با کفار هیچ گونه مرابطه‌ای نداشته باشید، نمیدونم نیان فلان نکنن. خب در اونا به لحاظ دین اسلام کافر محسوب میشن دیگه، این حالا یه چیز خیلی شفافی هستش. ولی کن جمهوری اسلامی نشون داده که همه این موارد رو میتونه زیر پا بذاره بعد بکنه، ولی کن بعضی باز نگران هستن که این طالبان نمیشینه و صرفا هم با مقداری پولی که جمهوری اسلامی بده نمیاد با اینا همکاری رو بکنه، به خاطر اینکه اسپانسرهای خوب دیگه هم داره. رجب اردوغان همونجا در واقع سعی میکنه رقابت داره، رفقای چینی هم همینطور میخوان، اون که ایدئولوژی اردوغان که نزدیکتر هستش در واقع به اینها بخواد این انجام بده. برای همین هست که جمهوری اسلامی با احتیاط لااقل ظاهری ولی دلش میخواد یه سری لاتولوت آدمکش دیگه پیدا کرده با پول و اینا باهاشون یه نزدیکی برقرار بکنه. درسته، و همین که داری میگه اردوغان بودو بودو دوید، این مردک فرصت طلب، و رهبر طالبان هم بهش پیغام داد ما آماده ایم شما بیاید برای بازسازی، یعنی از حالا دندون ترکیه رو به طمع انداخت. عزیزم درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم بریم سر کابینه و در باب وزرای عظام صحبت کنیم، با ما باشه. با درود دوباره. چقدر تار بعد از لطفی و مشکاتیان جلوه ویژه پیدا کرد. جلیل شهناز هم که جا خود داره، مرد بزرگ، یه سیم اضافه کردن و تار یک صدای عجیبی. این آهنگی بود از مشکاتیان عزیز، یادش بخیر، شعرش رو جواد آذر گفته بود و سپیده بانو جندقی هم اونو میخوند. امید جان عزیزم، برگم خبر بدی بود دیروز، 10 تا 14 نفر در فرودگاه کابل بر سر انفجار کشته شد. حالا 3 تا هم آمریکایی بودن، نمیدونم آقای جو بایدن، ما باراک حسین اوباما داشتیم، اینم من گفتم جو حسن بایدن، در حال میخوری اینا اسلام ناب انقلابی محمدی مثل اینکه در وجود و ذات و خونشون. ولی چقدر مردم ایران مردم هوشمندی هست. دونالد ترامپ یه آدم بیهوده بود، واقعا بیهوده بود، ولی بچه ها که با من حب میدن میگوند آقا آدم بیهودهی، ولی بیهوده تر این جو بایدنه. اینا چه نقشهی برای ایران داره؟ این از روز اول که اومد تخم لق و انداخت توی چه میگن توی داس آقایون و توی کاسه آقایون، و اینکه حس کردن آره دیگه تموم شد، این الان میاد همه امتیازها رو به ما میده، چنین تصور کرد، در حالی که امریکا دولت مؤسسات، دولت سازمان هاست. همینجوری نیست یه آقای بیاد هر کاری دلش خواست بکنه. بگذاریم بریم سر کابینه. تو جوونی، هنوز خیلی چیزا رو ندید. ما وزرای دیدیم، ما محمود خان قوام صدری رو دیدیم که 20 سال مشاور وزیر دارایی بود و معاون وزیر دارایی بود، آخر وزیر مشاور در امور دارایی شد، با اون همه تجارب، با اون همه دانش و آگاهی، جمشید آموزگار. یا بگم یعنی مثلا ما کسانی که آقای دکتر اقبال رئیس هیئت مدیره شرکت نفت بود، ولی نگاه کن به اعضای هیئت مدیره آقا خان بختیار، نگاه کن اون توشی کسانی نیست، خود مرحوم عبیدا مدتی بود، و هر وزارتخونه رو تو نگاه میکردی آقا دکتر منوچهر گنجی وزیر آموزش پرورش، و همینطور خانم فرخروی پارسا، مرحوم اسفندیاری معاون وزارت آموزش پرورش بود، خودش خدا بود، من شاگردش بودم تو کلاس کنکور،
و مرد نازنی مردان بزرگ معلمامون دبیرامون. حالا این آقا شمشم رو گذاشتن وزیر آموزش پرورش که آدم واقعا خجالت میکشی که این کیه. اولا یه نگاهی به من بده راجب شماها روزنامه نگارا، کابینه رو که دیدی چه احساسی داشتید و چی بود نظرت؟ بله عرض کنم، البته هر مقداری که سعی میکردیم پیشبینی میکردیم که خب معلوم ابراهیم رئیسی میخواد چیکار کنه، اصلا معلوم هست که رژیم در این چند ماه خیز برداشته چه مدیرانی رو بذاره، ولی باز هم در واقع یک سورپرایز منفی شدیم از بابت اینکه این همه آدم بی ارزه ناتوان و اینها بدون استثنا در واقع جمع بشن و بیان و این نمایش موسیقی در مجلس اسلامی حدود یک هفته برقرار بشه. چه کنیم که چه کنم، خودم عرض میکنم کارم هست، مجبور بود تا حدی دنبال بکنم، ولی باور بفهمن دکتر نوری‌زاده سخت بود اصلا شنیدن صدای اینها و حرفای اینها، یعنی بسیار بسیار عذاب آور بود. ولی حالا به هر حال در نهایت 19 نفری رو که مجلس اسلامی بود 18 نفرش رو تایید کردن، حالا اونم یک نفرم حالا نمایش بوده یا هر چیزی بوده، و آخر 18 تا یعنی اکثریتشون تایید شدن. ولی خب بسیار فجیع بود. میدونیم من فکر میکنم اصلا توهین به تحلیل هست اگه ما بخوایم در مورد اینا حرف بزنیم، ولی فقط این اسامی این وزرا من اینجا نوشتم. بعضی نمونه شما مثلا رستم قاسمی رو دیدی در مجلس نمیدونست که قرار وزیر راه بشه، فکر کرد داره وزارت نفت، دو سه دفعه گفت، نماینده خودشون خندیدن بهش. یعنی ببینید این طنز بسیار تلخی، یعنی این چنان فهم خواهی که همیشه در جمهوری اسلامی بوده به اوجش رسید در این دوران ابراهیم رئیسی و این مدیریت اتوبوسی که شما یه اتوبوس مدیر داری هر جا میری وای میستی اینا رو پیاده میکنی میشونی پشت میسندلیا، اومده که یارو فقط قرار بود وزیر بشه، همین رستم قاسمی با اون چهره و با اون چیزا که خیلی از سوابق گذشتش رو شما دیدم که در برنامه‌های مختلف عنوان کردین، یا مثلا محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که قرار است متولی فرهنگ و هنر باشه، این آدم رو من دیدم این خانه سینما رو فاقد وجاهت قانونی میدونه. این آدم گفته بود خانه موسیقی مرکز تولید بحران هست. این آقا در مورد گالری ها گفته بود که پاتوق ضد انقلاب هستن گالری هایی که آقای دکتر نوری‌زاده در چند سال اخیر در ایران علارغم تمام مشکلات بسیار محافل خوبی شدند. من چند تا رو رفتم دیدم، مثلا او گالری در مرکز تهران هم گالری او بسیار جای خوبی با این هم محدودیت هستن پاتوق. حالا این آدم شما حساب بکنید شده متولی فرهنگ و هنر کشور در اینجایی که هست، یا مثلا فرض کنید که حالا این وزیر خارجه ای هم که آقای امیر عبداللهیان هم که معرفی شده تا قبل اینکه بدون چی هست، و شما تبریک سرگئی لاوروف رئیس وزیر خارجه روسیه رو بهش ببینی پر از تمجید هست از این فردی که شما مشخص هستش که در واقع چی کار میخوام بکنم. و تو این بحران های کرونا که ابتدای این برنامه هم صحبت کردیم و بحران های شدید اقتصادی بسیار تو این جلسات کم در مورد این موضوعات صحبت شد، در صورتی که اینا مشکلات مردمه، مشکلات کشور هستش، ولی هیچی اینا آقایون اومدن تو موضوع اقتصادی که دیدیم مثلا قرار بود که در واقع عرض کنم که فرد دیگری رو اصلا بذارن به عنوان معاونت اقتصادی، آقای فرهاد رهبر رو قرار بود بذارن که به ناگهان دکتر جلو فرهاد رهبر هم البته تارن می داشته برای خودش و خواسته وزیر اقتصاد کسی دیگه باشه، دستگاه اطلاعاتی امنیتی که سیطره زیادی بر این دولت دارن قبول نکردن، رهبر هم قهر کرده گفته من اصلا دولت نمیخوام باشم، میخوام من دانشگاه درس بدم، یه همچین قهر و اینایی هم بوده. محسن رضایی اومده بالاترین چیزای اقتصادی رو داشته باشه، محسن رضایی کسی که در تیر ماه سال 94 ویدیوش هست در تلویزیون اومد یکی از راهکارهای اقتصادی رو که برای کشور گفت گروگانگیری سربازان آمریکایی به عنوان راهکار اقتصادی گفت، یا یکی از بزرگترین موانع اقتصادی کشور در حال حاضر مسئله FATF هست، لوایح CFT و پالرموش در مجمع تشخیص مصلحتی مونده که این دکتر برادر مثلش بوده. یعنی شما باید ببینید که حالا این الان قرار هست که این موضوع اقتصاد رو حالا با گروگانگیری یا با این موضوعات بیاد حل کنه. به هر حال یک بلبشو عجیبی و یک چیز بسیار بسیار عجیبی هست در مجلس، این فهمخواهی ها در اوجش بوده و واقعا من نمیدونم اصلا چه برنامه‌ای وجود داره از این حجم از ناتوانی و نادانی که در واقع اومدن روی کار. نوید جان یه چیز جالب راجع محسن رضایی بود، این عاشق این بود رئیس جمهور بشه دیگه، چند دوره اومد بالاخره رضایت داد به معاون رئیس جمهور، اونم در امور هیچ، به خاطر اینکه
با بودن مخبر به این را نمیدن که اصلا کار اقتصاد بیاد. آقای خامنه ای سپرده دست مخبر، اینا هم میشن نوچه هاش. حرفم بخوام بزنن دومشونو میگیرن میزن بیرون. الان راجب خود مخبر چقدر حرفه؟ تو ستاد اجرایی فرمان امام چه کرده بوده این آقا قبل؟ و یک عده وزرا هم به نظر من آدم فکر میکنه که این دولت داره دهنکجی به عالم میکنه. آقای احمد وحیدی اسمش موجوده، ایشون نمیتونه سفر کنه، مسئله وزارت براش هزانت بیاره نمیاره. ایشون اگر پاشو بذاره بیرون پلیس بین‌المللی باید بگیرتش، و ایشون وزیر کشوره، متهم به دست داشتن در جنایت کنیسه یهودیان در آرژانتین. و بعد آقای امیر عبداللهیان که شما میگه، امیر عبداللهیان سابقه بسیار سیاهی در لبنان داره، در سوریه داره، در سعودی داره، یعنی پشت اون تروریستا بوده و اون بازی ها. و در بحرین ایشون اخراج شده عملا، و من واقعا تعجب میکنم که چطور جمهوری ولایت فقیه حتی به این چیزا فکر نکرده که آقا این وزیر من وزیر خارجم، این میخواد سفر کنه بره پیام منو به دنیا ببره، چطور من یه طالبانو میذارم وزیر امور خارجم؟ در حالی که هم آقای علی باقری رو هم گذاشته بودن، ظاهرا علی باقری خودش قبول نکرده، حالا به هر دلیلی من نمیدونم، ولی میگفتن چون ایشون وزارت خارجه رو تحویل گرفت و یک هفته هم اونجا با مدیران آشنا شد و برنامه رو، حالا مگه که اون رو بخوان دبیر شورای امنیت ملیش بکنن نمیدونم. به هر حال اولا این کابینه یه نقطه عطفیه که شما حتما بهش توجه دارید. تمام مردان انقلاب از 22 بهمن تا حالا خارج شدن از دایره قدرت، و حالا این دو ستایی هم که با آقای احمدی نژاد بودن باز آدمای غریبه‌ای بودن که وارد حلقه قدرتمندان شدن. بنابراین آقای خامنه‌ای تصورش اینه که شاید این آدمای جدید و این آدمای صفر کیلومتر از نظر دانش و آگاهی رو من بیارم، شاید مردم خود رضایت بدم، بگم حالا اینا اون دزدای سابق نیستن، ولی دزدای قهاری در میان اینا هستن. یعنی شما وجود رستم قاسمی 2 میلیارد فقط از وزارت نفت دزدیده، یعنی این آدم خب اون سازمان بازسازی اعتاب مقدسی که ایشون رفت و تجارت ایران و عراق و سوریه، میلیون ها دلار هم اونجا به جیب زد. و مردی که وقت جالبه وکلا بهش تذکر میدن اعتنا نمیکنه، دوباره میگه وزارت نفت من 10 ماده برنامه ریختم براش درست کرد. خب یا خود آقای رئیس جمهور اسم وزارت خونش رو بلد نیست، وزرا توی راهروی مجلس با هم برخورد میکنن، قبلا نکرده اینا رو دعوت کنه یه جلسه با هم بنشینن، امروز دیروز اولین جلسه شون برگزار. ببین تو روزنامه نگاری، با مردم در تماسی، این مردم برخوردشون با این دولت اصولا چجوریه؟ آیا فکر میکنن حالا دیگه دولتیست که سرتاپاش و مقام معظم ریخته خب ممکنه کار بکن، یا یه عده میگن نه سرتاپاش و ایشون ریخته این دولت دیگه خواهد زد، و یه عده دیگه اینو میبینن که این دولت پایان جمهوری اسلامی خواهد بود. خیلی روایت ها ما میشنویم، شما اونجا چی میشنوید؟ بله ببینید، اولا نکته مهم این هست که مردم، عموم مردم، توده مردم، من نمیخوام خیلی اینو تکرار بکنم، ولی واقعیت است که واقعا گرفتار معیشت از یک طرف و بیماری و کرونا از طرف دیگه هستن، و اصلا یک قطع امید عجیبی رو کردن. این نمود بزرگی شدی که ما در نمایش انتخابات دیدیم، یعنی اصلا اهمیتی داده نشد، بلافاصله بعدش اعتصابات بود. ما هیچ وقت در انتخابات هایی که جمهوری اسلامی بوده ما اینجوری بلافاصله بعدش اعتراض و اینها نمیدیدیم، مگر اینکه مثل سال 88 بگن تقلب شد، حالا همیشه صبر میکردن ببینن چه اتفاقی میفته. مردم الان اصلا دیگه صبر هم نمیکنن ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته، برای اینکه دیدن الان دلار دوباره رسیده بود 28,000 تومان و ظاهرا حالا هم میخواد بره بالا، یعنی کم ارزش شدن پول ملی و تورم و اضافه شدن به همه این مسائل. در این حال بعضیا در واقع این نظر رو دارن که الان شاید با یک دست شدن مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی در واقع یه سری کارها راحت‌تر انجام بشه،
من خیلی با این نظر موافق نیستم، چون ببینید کار رو آخه میبایستی که طرف یک مقداری بلد باشه انجام بده، این یک. دو اینکه جمهوری اسلامی ثابت کرده که اصلا یک دست نمیتونه باشه، از روز اول 22 بهمن 57 تا آخر عمرش هرگز یک دست نخواهد بود. یعنی هیچ وقت شما اینا همه، شما اگر در 17 سال اول انقلاب به خاطر اینکه روح الله خمینی بود یک حالا حرفی زده میشد، جنگ بود، هر چیزی بود، حالا ممکن بود تغییراتی بشه، ولی این به معنی یک دستی هیچ وقت نبوده. در این حال که اینا یک شعار هم دارن که میگن معیار حال فعلی افراد است، نگی لازم باشه باز هم تخفیر رو به گردن افراد و اینها میندازن. یادمون نمیره با احمدی نژاد چه کردن، مگر سوگولی نبود؟ مگر اینقدر کل رژیم بابت احمدی نژاد سال 88 تاوان نداد؟ در آخر شد انحرافی و شد نمیدونم بده و اخه و اصلا یه اتفاق دیگه ای افتاد. یعنی اصلا این یک دستی هم خیلی چیزی نیست. به نظر من یک خودزنی جمهوری اسلامی بر علیه خودش هم انجام داد. ببینید حسن روحانی، محمد جواد ظریف و تیم اونها علارغم اینکه بسیار به کشور ما لطمه زدن، به مردم ما لطمه زدن، با توجه به شرایط مجموع ایران و جمهوری اسلامی و حضور پرزیدنت ترامپ و اینها، به نظر من برای بقای خود جمهوری اسلامی اونها بسیار کار کردن. شما زحماتی که محمد جواد ظریف کشید در خارج از کشور، به قول آقای ماده هایی که کشید، نفوذ هایی که داد، کارهایی که کرد، خب اینا به نفع جمهوری اسلامی بود دیگه، به نفع ایران و مردم ایران که نبود. خب این کار رو که این آقای دیگه الان نمیتونه انجام بده، این کار رو اکبر ولایتی نمیتونه انجام بده، اون قاسم سلیمانی نمیتونه انجام بده، همه کسانی که تو سیاست خارجی دست بالا رو داشتن. ولی خب در آخر هم دیدین دیگه، با اون فایل صوتی اومدن تو دهنش هم زدن و بهش خائن هم گفتن، بهش هم گفتن که شما بالادستی تصمیم میگیری، تو فقط میگی چشم، اجرا میکنی. و اصلا یعنی یه جور خودزنی در واقع به نظر میاد برای خود جمهوری اسلامی. مردم امیدوار میشن که اینجوری شاید خیلی از خواسته های عمیق قلبی مردم تسریع بشه و سریعتر اتفاق بیفته، ولی حالا باید بشینیم و ببینیم که آیا واقعا استراتژی پشت این حرکات تند هست یا صرفا یک حماقت محض از این تیم و این کابینه و این تفکرات. خیلی جالبه که وقتی که من حرفای آقای روحانی رو گوش میکردم و میدیدم چجوری صحبت میکنه، گلایه هاشو به خصوص از مجلس، و بعد حرفای احمدی نژادم میدیدم، نگاه کردم واقعا از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی هیچ دولتمرد و هیچ شخصیتی مسئولیت به معنای حقیقی نداشت. یعنی امروز نوکری هم میکنه و فردا که از چشم آقا میفته تمام جرمهای عالم رو بهش منصوب میکنه. خیلی مثال خوبی احمد نژاد رو زدی. الان میگن این فیلمایی که از اوین اومده بیرون کار احمد نژاد بوده، کار دار دسته او. نظر خودت راجع به این فیلم ها چیه؟ تأثیرش چی بود؟ تو جامعه واقعا تکون داد یا جامعه آگاه از این مسائل؟ بله، بسیار تاثیر بزرگی داشت آقای دکتر نورزاده. ظاهرا هم ادامه داره، چون تو چند روز چند تا فیلم و تصویر مختلف اومده. بسیار بسیار تاثیر مهمی داشت. ببین حرفی بود که خب هر از گاهی زندانیان میزدن، مردم میشیدن، هر وقت کار بالا میگرفت بدون استثنا جمهوری اسلامی کاملا تکذیب میکرد هر گونه خشونت و حرکت غیرقانونی رو. خب افرادی مثل من به علت اینکه دوستان همکاران زیادی متاسفانه در این بازداشت‌ها و زندان‌های مختلف هستن، خب اطلاع داشتم و داریم، ولی خب این یه گوشه‌ای بود از در واقع بخشی از زندان اوین که این بیرون اومد و باز هم میتونه که بیرون بیاد، در واقع اوریان شد، حقیقت بخشیش از پشت پرده ور افتاد و میتونه ادامه هم داشته باشه. این هم مردم رو خیلی آگاه کرد، هم خشم مردم رو نسبت به اینها باز هم بیشتر کرد و هم نگرانی بسیار زیادی رو در دل بازجویان و افرادی که در زندانها به شکنجه و آزار و اذیت دست میزنن انداخت. خیلی خیلی اونا برشون مهم هست که دیده نشن، چون به هر حال اونا در اجتماع هستند، حضور دارن. من یادم نمیره حدود 10 سال پیش یک بازجویی منو به وزارت اطلاعات خواست، رفتم انجام شد و اینها، بازجویی برگشت وسط صحبتاشون چند ساعت به من گفت من دلم میخواد، یه جوانم بود تقریبا همسن سال من بود، گفت دلم میخواد ما اگه بیرون هم دیگه رو دیدیم، تو پارک دیدیم، مسجد دیدیم، حسینیه دیدیم، تو از دست من دلخور نباشی. من همون موقع حس کردم بالاخره بله، ممکنه من چند سال دیگه توی خیابون ببینم چی جایی. یعنی این مسئله هم خیلی خیلی مهم هست. ولی نکته اصلی، چون من با خیلی از زندانی ها
تماس دارم، ارتباط دارم، سعی میکنم تا جایی که میشه به هر حال کمک و یاری برسونم. خدمتتون این نکته رو بگم، شاید خیلی از مردم ندونن، ما زندان هایی داریم مثل زندان تهران بزرگ در جنوب تهران، مثل قرچک ورامین، مثل رجایی شهر، مثل عادل آباد عرض کنم، وکیل آباد، عادل آباد، زندان کرمانشاه، که اینا به مراتب وضعیت بدتری از اوین دارن. در تهران بزرگ به اوین میگن هتل اوین، یعنی جای بهتری میبینن. در بخشی از این تصاویر و فیلم ها ما افرادی رو دیدیم که رو تخت نخوابیده بودن، اینا کف خواب اطلاع بهشون توی سلول ها میگن، جای خوابشون چقدر کم هست. در تهران بزرگ که من تقریبا روزانه تماس با اونجا دارم، از اونجا به من زنگ میزنن، زندانیا کاری چیزی دارن، آب شرب و آب خوردن پیدا نمیشه، خیلی سخت یعنی پیدا میشه، و مواد مخدر هم اصلا ولی اونجا هست، خیلی زیاد و به شدت و به وفور هست. دلشون میخواد برن اوینی که تازه شما اینجا بخشی شدید. البته اوین حالا بند 209 داره، 240 داره، 2 الف داره، که حالا اونا معلومه سازمان زندان ها ظاهرا نیست و وزارت اطلاعات و یک بندهای دیگه هم که اطلاعات سپاه داره. به هر حال تاثیر زیادی رو داشته، حرکت جالب و عجیبی بوده، چه از سمت احمدی نژاد و اینها بوده باشه که من بعید میدونم، البته چه از سمت اسرائیلیا بوده باشه، چه از سمت ایرانیای دیگر مستقلی بوده باشه، به هر حال بسیار به ضرر جمهوری اسلامی شد. عکس العمل جمهوری اسلامی هم شتاب زده و غلط بود. اون رئیس سازمان زندان ها برگشت از رهبری عذرخواهی کرد، بعدم در روز در واقع مرگ جلاد بزرگ لاجوردی هم در واقع بودش که این کار رو کرد. این هم الان نشسته در صندلی اون دیگه، اون حالا دهه 60 اونجا رو داشت، این بعد اونجا نشسته. یعنی خیلی عکس العملشون هم بد بوده و تاثیر خیلی خیلی سخت و شدیدی داشته و من فکر میکنم این مسئله و این رویه همچنان ادامه هم داشته باشه. کاملا حرف درستی، به ما هم خبر دادن که این تازه نوک کوه یخه و قصه وسیع تر از ایناست و اینی که ذره ذره منتشر میکنن برای تأثیرگذار بودن بیشترشه، برای که مردم هر روز با یه شوک تازه روبرو بشن. یک زندانی نحیف لاغر که رو زمین افتاده میکشن که پیژامش هم از پاش در میاد، بعد با اون وضع فجی میبرن تو حیات میدازنش و یعنی انسان میگه کدوم وحشی نسبت به هم نوعش چنین رفتاری رو انجام میده و رئیس زندان فقط در صدده که یه جور خودش رو تبرئه کنه. و بعد میگه، بعد آقای زیدآبادی هم به مطلب نوشته بود که خب خوب جالب بود، واقعا میگم این ضربه خیلی بزرگی بود. شما نمیدونید در خارج چقدر تأثیر گذاشت. الان بخشی از سناتورهای آمریکا به آقای جو بایدن گفتن هر گونه تماس با جمهوری اسلامی رو باید منوط به این بکنه که زنداناش مورد بازی قرار بگیرن. یعنی قصه به همین سادگی تموم نخواهد شد. اروپایی‌ها گرفتار مردمشونن، گرفتار سازمان‌های حقوق بشری. نمیتونه فردا مکرون دوباره تلفن رو ورداره بگه رئیس جون چطوری. نه، به این سادگی دیگه قضیه عملی نمیشه. سوال آخری که ازت دارم، فرصت کمی هم داریم عزیزم، جوانای جامعه آیا هنوز، تو اشاره کردین فضای ناامید، آیا هنوز ناامیدن و واقعا چه چیزی میتونه این ناامیدی رو در جامعه برطرف کنه و جامعه دوباره امیدوار باشه؟ دلم خیلی میخواد در زبان تو بشنوم. خواهش میکنم. بله خیلی موضوع مهمی هست. حالا چون وقت کمه من خیلی کوتاه عرض بکنم، متاسفانه باید بگیم که ناامیدی در جامعه ما وجود داره و تا حدی همین داره پررنگتر میشه، به خصوص در میان نسل جوان. ولی این ناامیدی بیشتر ناشی از احساسات آنی هست به خاطر اتفاقاتی که داره میفته و به حد زیادیش رو هم خود جمهوری اسلامی پمپاژ میکنه. من مطمئنم این پمپاژ کاذب ناامیدی، یعنی ما هستیم، رئیسی هم هست، بدتر هم میکنیم، این کارم میکنیم، اون کارم میکنیم، این پمپاژ از بین بره، ایران و جوانان ایرانی و کل ملت ایران چنان پتانسیل بالایی دارن که بلافاصله این ناامیدی سطحی و احساسی از بین میره. ناامیدی هست، ولی خبر خوب این که اصلا عمیق و ریشه‌ای نیست، احساسی و سطحی هست. به نظر من با اتفاقات کوچیکی میتونه برگرده به یک امیدواری عمیق تبدیل بشه. ممنونم ازت پسرم، ممنونم نوید جان عزیز، بسیار استفاده کردم از صحبت‌های دقیق. آرزو میکنم نوبت بعدی که با هم صحبت میکنیم اوضاع احوال
کمی بهتر باشه. به هر حال در زمینه کرونا ما رو بی خبر نگذار. واقعا من روزنامه‌تونم دنبال میکنم و امیدوارم واقعا به یک راهی برسه. چرا هموطن ما، چرا ایران باید حتی از افغانستان در زمینه کرونا مصیبت زده تر باشه، از سوریه، از عراق، از یمن حتی، و این ملت مظلوم به امان خدا اینجوری رهاش. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی در آغاز هفته، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.